شگفتا که اولین ایمان آورنده هم خدیجه کبرا، خدیجه کبیر، یک زن بود و وفات اون حضرت هم یکی دو ماه بعد از شعب ابی طالب است. اما قبلش هم در شرایط معاصره ماه‌های آخر رو سپری می‌کرد. اون روز هم ارتجاع گمان می‌کرد که با برچسب زدن، با محاصره، با شکنجه و کشتار خواهد توانست که انقلاب نوپا رو متلاشی و منهدم و ریشه‌کن بکنه، آن هم در روزگاری که ارتباطاتی در کار نبود، تعداد بسیار اندک بود، امکانات ناچیز و تقریبا هیچ بود. دشمن جرار و شقی به غلبه خودش یقین داشت که خواهد توانست آنها را نیست و نابود کند. چه کسی میتونست بدون سرپناه، بدون امکانات، در اون هوا، در اون گرما این مدت رو دوام بیاورد؟ پس هم به لحاظ شرایط جغرافیایی و آب و هوا، هم به لحاظ فیزیکی، هم به لحاظ سیاسی و دود و دم دشمن و اتهاماتش و برچسباش، چشم‌اندازی وجود نداشت و شرایط سخت و سنگین بود. بیمارها رو چه بکنند؟ خردسالها رو چه کار کنند؟ اندک غذا رو چگونه تأمین کنند؟ آب و شستشو رو چطور؟ امروز هم انگار که اقتالا میخواهد شمه ای از همون رو، قطره ای از دریا رو به مجاهدین بنمایاند. و تازه بعد هم که روزگار اون محاصره ضد بشری تمام شد و چشم‌اندازی باز شد، هجرتی بزرگ در پیش داشتند. بنابراین وقتی که از صدق و مقام محمود صدق با همه فدیه‌هاش صحبت می‌کنیم، ردیف کردن الفاظ و واژه‌ها نیست، درسی است آزمایش شده که سر چشمش اونجاست و حالا نوبت ماست. بتسم وتبشر هتبشر.